درود و سلام دوستان خوبم. امروزها هم چنان سخن از انتخاباته، اینکه به کی رأی بدیم، به کی رأی ندیم، اینکه آیا رأی دادن درسته، رأی ندادن درسته. دیدم برخی از فرهیختگان ما اصرار بر این دارن که به این نکته اصرار ببرزن که رأی دادن و این انتخابات تنها مفری است که در نظام دموکراسی برای ایرانیان باقی مانده و اگر ایرانیان از این امکان استفاده نکنند، مثل این هستش که به آینده پشت کردن یا اینکه از یک گزینه مطلوب و از یک بخت و اقبال درست خودشون رو متعمدانه بی بهره می کنن. و حتی دیدم که برخی از بزرگان از ترس کلنگی شدن ایران اصرار بر این دارن که ما بریم به آغوش خود همینها بگیم آقا ما به شما پناه آوردیم، شما کلنگی نکنید ایران رو، جنگ داخلی راه نیاندازید، ما مخلص شما هم هستیم و هرچی شما بگید، ما از همین چهرهایی که شما برای ما گذاشتید ما از همینها انتخاب میکنیم. من یه بار دیگه هم گفتم، باز هم میگم عزیزانم، شما به ریخت این کاندیداها نگاه کنید و به این پرسش پاسخ بدید که خدا وکیلی آیا خروجی هوش و خرد و دانش و فرهیختگی و تخصص در مملکت داری آیا اینا هستند؟ ایرانیان آیا انقدر تهیدست شدن که این جماعت بشن نخبگانشون، بشن بزرگانشون؟ ممکنه بگیم که بله، یک چنین چیزی هست که ما انسانهای فرهیخته و شایسته فراوان داریم، اما همینها رو برای ما گذاشتن، ما گزینه دیگه هم نداریم. بله این هست، منتها واقعیتش ما در این سفره‌ای که برای ما آراستن و غذایی که برای ما گذاشتن، خودمون غذای مسموم رو برمی‌داریم با اشتهای تمام، یا از سر ناچاری، یا با این واژه معروف بد و بدتر، بالاخره به یکی قناعت میکنیم. حرفی نیست، من باورم بر اینه که انتخاب کردن و انتخاب نکردن حق هر ایرانی است، حق هر انسان در هر نظامی که میتونه انتخاب بکنه، میتونه انتخاب نکنه. این هیاهویی که این روزها در افتاده و کاندیداها به جان هم افتادن و افشاگری میکنن و گوشه هایی از پرده ها رو بالا میزنن و قوغا در میدن، این اون رو منکوب میکنه، او این یکی رو مفتزه میکنه. میخوام بگم این تنها گوشه هایی است از اون چیزی که جناب رهبر اجازه داده که اینها در گفتگوها برای گرما بخشودن به انتخابات از همدیگه رو بکنن. ببینید اون پشت چه خبره. مثلا ما اگر یک نور بتابانیم به یه شخصی مثل مجتبی خامنه‌ای، ببینیم او از کجا برآمده و تا کنون چه کرده. یعنی واقعا من میخوام سوال بکنم که آقا به لحاظ قانونی افرادی مثل مجتبی خامنه‌ای اینها در چه جایگاهی قرار دارند؟ افرادی مثل امام جمعه ها اینها در چه جایگاهی قرار دادن به لحاظ قانونی؟ من دیدم با یکی از این امام جمعه ها با مخالفت از یک پروژه بسیار بزرگ و حساس، میلیاردها خسارت به یک استان وارد کرده از هر جهت. خب اینا کجای قانون قرار گرفتن؟ نور بتابانیم به خود بیت رهبری، نور بتابانیم به تک تک سرداران فربه سپاه، نور بتابانیم به برخی از روحانیان، به آیت الله ها و گوشه هایی از پرده به اصطلاح مشکلاتی که اینها ایجاد کردن، فضاحت هایی که اینها ایجاد کردن، اینها رو بالا بزنیم. ما رأی میدیم بله و رأی نمیدیم.
منتها واقعیتش حتما باید خودمون در یک جایگاه قرار بگیریم که قانع باشیم به این که ما به شعور خودمون آیا توهین کردیم یا نکردیم. من دیروز اهواز بودم، از اهواز که می آمدم با یه جوانی همراه شدم، خیلی کوتاه دعوت شده بود به یه دانشگاهی که بره سخنرانی کنه. سن و سالی هم نداشت، به شدت اصلاح طلب بود و رفته بود مناظره. او میدانست که من رأی نمیدم، اینو میگفت، میگفت من یک جوانم، من زندگی میخوام، من نمیتونم به زندگی پشت بکنم در همین ابتدای جوانی. و میگفتش که من قبول دارم که رأی نباید داد، ولی اگر رأی ندم به جوانی خودم پشت کردم. من به او حق دادم، گفتم پسرم شما کاری رو که احساس میکنی درسته، همین کارو بکن، ولی من با اعتنا به فهمی که دارم، فهم مختصری که دارم، احساس میکنم هر آنچه که برای ما می آرایند دقیقا همانیست که قبلا خروجیش رو خودشون می دانند. واقعیتش همیشه توی دمدمای انتخابات یه سری پرده ها بالا میزنن، خیلی خنده دار میشه. من دیدم که آقای روحانی رفته همدان، گفته اگر رأی ندید پیاده روها رو هم زنان مردانه میکنن، و من خبر ندارید، ولی من تو جلسات اینها بودم که پیاده روها رو هم خیال داشتن زنان مردانه بکنن. خب مثلا این یه افشاگری است که مردم رو به هراسانن، به صلاح اشتیاق در اونها ایجاد بکنن که برن رأی بدن. مبادا که خیابون ها اینجوری بشه، یا یه عده میگن ممکنه کلنگی بکنن ایران رو مثل سوریه، یا زنها و مردها اینجوری میشن. به هر حال این که حالا جناب رهبر هم یک تنه وارد میشه و بعد اون سند ملی و بین المللی رو که دولت امضا کرده برای آموزش و پرورش، ظاهرا مثل که یه سند جهانی است از یونسکو، این رو بر سر دولت چماق میکنه و میکوبه که مثلا شما نگاه کنید من دارم روحانی رو میکوبم، پس احتمالا نگاه هم به رئیسیه. اینا همش نمایشه، نمایشیست برای ایجاد گرما. اگر نه این سند سال هاست مطرحه و مدت ها پیش هم امضا شده، الان چرا میذارید این رو حرف رو میزنید؟ اینا همش نمایشه برای گرما بخش بودن به فاجعه انتخابات. از این جهت میگم فاجعه که واقعا ما هر کدام من عروسکی هستیم که برای هر کدام ما یه نقشی گذاشتن که ایفا بکنیم. از این منظر من این رو فاجعه مینامم. این که آقا مردم برسن به یه نقطه ای که آقا زندگی به هر قیمت برای ما تدارک ببینید، هر کاری خواستید بکنید، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، جارو بکنید ببرید، برای یه زندگی مختصری برای حوزه دانشجویان، کارگران، کارمندان، مردم قائل بشید، ما به همین حداقل ها قانعیم، یه آرامشی که بریم بیاییم اسمش هم بذاریم امنیت، و اون پشت شما هر کاری خواستید بکنید. واقعیتش من میگم که چرا مردم، بسیاری از دانشمندان، سخنوران به رأی دادن شأنی قائلن، قدر و قیمتی قائلن، و به رأی ندادن هیچی قائل نیستن. میان تلخترین شکل رأی ندادن رو در نظر میگیرن، میگن آقا آمدیم رأی ندادیم، یه دفعه رئیسی میشه، قالیباف میشه، و بعد همین روزنی که روحانی برامون باز کرده این رو شما دیگه نخواهید داشت، در صورتی که غافلن از این که آقا خود این روحانی از روی زانوی حضرت رهبری بلند شده، آمده یک چنین فضایی رو ایجاد کرده، متر به متر این فضاهایی رو که باز کرده با اجازه بیت رهبری بوده، اصلا جامعه و شیب جامعه می طلبیده که یک چنین اتفاقی بیفته. یعنی من همیشه میگم که آقا اگر رأی دادن ما به این میشد که ما از آقای هاشمی که رئیس جمهور بود 8 سال رسیدیم به آقای خاتمی،
اگر این شیب با رأی دادن رو به جلو می رفت، بله حرف درستی بود. یعنی ما 8 سال بعد از آقای هاشمی و آقای خاتمی رأی دادیم و بعد از آقای خاتمی به یه فرد برتر از آقای خاتمی و بعد فرد بعدی برتر، نه اینکه بعد از خاتمی یه دفعه ناگهان سقوط بکنیم در ورطه احمدی نژاد و بعد حالا یه نیمچه تنفسی با آقای روحانی و بعد این دفعه یه ورطه دیگه. اینها نمایشی است که ناگزیر پیش پای ما میتنند. من یه سفری رفتم به یکی از این شهرستان‌ها، یک جمعی از پیر زنان و پیر مردانی رو دیدم که اینها بهایی بودن در کرمانشاه. با اینها صحبت کردم، یکی از اینها یه بانوی پیری بود که پرستار نمونه بود، پرستار نمونه در رژیم قبل و بلافاصله بعد از انقلاب رو بازنشسته و دادگاهی کرده بودن. حالا جالبه که این پرستار نمونه شده بود، یعنی یک بانوی که پرستار نمونه میشه در کل کشور، یعنی شاخصه های نمونگی رو داشته و بعد حالا تقدیر شده بود. اینا بعد از انقلاب صرفا به خاطر اینکه این بهایی بود اینو دادگاهی میکنن و دستور میدن تمام حقوق 30 ساله خودش رو باید بیاره پس بده، برای اینکه اگرچه در زمان شاه بوده بازم اونجا بیت المال محسوب میشده و اینا از بیت المال برداشتن. یا توی قروه رفتم به یک قبرستانی که اسمش رو گذاشته بودن لعنت آباد، به مزاری برخوردم که یه سربازی در جنگ به شهادت رسیده بود و کشته شده بود، منتها چون بهایی بود هیچ جایگاهی برای او قائل نشده بودن، حتی سنگ قبرش بسیار معمولی و شکسته بود و حتی بنیاد شهید دیدم نامه‌ای نوشته به شهرستانش که این چون بهایی بوده در جنگم کشته شده، مبادا او رو در امتداد شهدای جنگ تلقی بکنید و براش اسمی بگذارید و سنگ قبری و بعد حالا امکاناتی که به دیگران میدید به اینا میدید. اینا چون از فرقه زاله بهاییتن چیزی بهشون تعلق نمیگیره. من از این دو مثالی که زدم، یعنی پس گرفتن اون حقوق 30 ساله اون بانوی نمونه پرستار و اینکه این فرد، این جوان دوره سربازیش رو میگذرنده توی جنگ شهید شده و چون بهایی بوده به رسمیت نشناختن، میخوام این رو استفاده بکنم. عزیزان من، رأی دادن ما هر چقدر هم که همبستگی باشه، همدلی باشه و بعد مثلا در فردی مثل روحانی متمرکز بشیم، اینها پیشا پیش اون حقوق 30 ساله ما رو برداشتن، یعنی میدانن که خروجی این رفتار به کجا می انجامه. سنگ قبر ما رو انکار کردن و ناگزیر ما باید یه سنگ قبر دیگه ای برای خودمون اختیار بکنیم. یعنی ما رفتیم توی زمین بازی اونها، شهیدم شدیم، کشتم شدیم، ولی چون نامحرم محسوب میشیم جور دیگه ای برای ما رقم میزنن آینده رو. از همه این گفته ها میخوام این رو استفاده بکنم. عزیزان من، همه آزادن رأی بدن رأی ندن، ولی بیایم به رأی ندادن از این زاویه نگاه بکنیم که آقا میشه به افقهای دور نگاه کرد. ما این دوره بکنیم 20 میلیون کسانی که رأی نمیدن، دوره بعد بکنیم 40 میلیون، بعد بکنیم 50 میلیون، نمیشه این جمعیت رو نادیده گرفت. مثل یه معلمی که 3 نفر در کلاس از شیوه تدریس او ناراضین، او با اقتدار میاد درسش رو میده، بعد یه دفعه ببینیم که مثلا این رفته رفته نصف کلاس از شیوه تدریس او ناراضین و بعد برسه به جایی که آقا 90% دانش آموزان در کلاس از شیوه تدریس او ناراضین. هر چقدر هم که این معلم گمارده مدیر باشه، گمارده نظام آموزش پرورش،
ولی اون نمیتونه از نگاه پر از نفرت دانش آموزان یا از نگاه سرد دانش آموزان برای خودش احساس امنیت بکنه، نمیتونه با شلاق خودش رو تثبیت بکنه. به هر حال این عمده بزرگانی که تشویق میکنن مردم رو به رأی دادن، علتش این هستش که ما امروز رأی میدیم 24 ساعت بعد نتیجهش رو میبینیم، خیلی دم دسته، ولی رأی ندادن هوشمندانه و در یک شکل بزرگ و ملی و آراسته شدن به یک رفتار مدنی، حتما مثل اون کشاورزی است که بذری میکاره تا در دور دستا از او بهره برداری بکنه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.